به نام خداوند جان و خرد. در سومین روز چهلمین جشنواره فیلم فجر با شما هستیم، با فیلمی که به شدت امروز مورد توجه قرار گرفت، برف آخر، با کارگردانش و بازیگر خوب زنش مصاحبه میکنیم. همچنین مصاحبه داریم با خانم آنایتا درگاهی، بازیگر مرد بازنده، و خانم بیتا موسوی اخبار ما رو خواهد داد. دلمون میخواست با فیلم دیگر امروز هم مصاحبه کنیم و کافه آپارات فیلمی رو از قلم نندازه. امیدواریم که از فردا بتونیم همه فیلم‌ها رو پوشش بدیم و فیلمی از قلم نیفته که کافه آپارات پوشش دهنده تمام فیلم‌های جشنواره باشه. با هم برنامه سومین شب ما رو ببینید. خیلی خوش آمدید خانم لادن مصطفی. خیلی خوش آمدید. ممنون. خیلی خوش آمدید آقای امین حسین عسکری. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یک شما معرفی بخون بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان. خیلی خوش اومدین. ما امروز در خدمت عوامل فیلم برف آخریم. البته دو تن از عوامل مهم فیلم، آقای امین حسین عسکری کارگردان و خانم لادن مصطفی بازیگر. من اول یک کوچولو درباره فیلم بگم و احساسم به فیلم. من بعد از 3-4 روز که جشنواره گذشته، که فردا میریم روز چهارم، یکی از بهترین فیلم های جشنواره رو دیدم و حال خوبی داشتم. به آقای امین حسین عسکری هم گفتم. خیلی یاد فیلم اشک سرما افتادم و دلم برای اون فضایی که سالها سینما ایران ازش فاصله گرفته تنگ شد. من حالا شما بفهمی که من یه سلام با بینندگان ما بکنن. مدیم شد بفهم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، آقای جیرانی عزیز. خیلی ممنون که در خدمتون هستیم. فیلم رو امروز در سالن میلاد به همراه دوستان خبرنگار دیدیم. خیلی خوشحالم که فیلم رو دوست داشتن، یعنی اکثریت کسایی که از سالن اومدن بیرون و صحبتهایی که شد فیلم رو دوست داشتن. امیدوارم که فیلم اون ارتباط درست رو بتونه با مخاطبش برقرار کنه و اون پیام انسانی که داره رو داشته باشه. نظر لطفتون بود که از لحاظ کیفی فیلم رو قابل دونستین، چون ماهای عاطفه‌ای داریم نسبت به کار که دوست داریم کار رو. و من فیلم رو دوست دارم، حالا سوای از این که حالا بازیگر این فیلم هستم، به عنوان یک اثر سینمایی این سینما، این فرم از کار کردن رو خیلی دوست دارم و خیلی سینمای مورد علاقه منه. سلام، وقت بخیر، خوشحالم پیش شما مای جیرانی. مخلص شما. خیلی خوش آمدید. باز مجدداً گفتم خوش آمدید. فاصله بین فیلم اول و دوم خیلی زیاد شد. چرا؟ 7 سال دیگه ظاهرن. دقیقاً سال 93 جشنواره 33. به هر حال من به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک فیلمساز، سری تابلوهای ذهنی دارم که سعی میکنم که به سمت اونها حرکت بکنم. اما فضایی که اتفاق افتاد برای بنده دقیقاً 2 سال بعد از بدون مرز، یک پروژه سینمایی من آغاز کردم که در واقع قرار بود خارج از ایران تولید بشه، راجع به پناهندگان و آوارگان بود که ما در واقع پیش تولیدش انجام دادیم، رفتیم به سمت ساختش، ولی متاسفانه به خاطر تغییرات قیمت ارز و اینها مجبور شدیم بذاریمش کنار. فیلمنامه‌ای که هنوز بسیار دوستش دارم و نمیدونم که آیا مجالی هست برای ساختش یا نه. اما از اون برای ماجرام که نگاه بکنیم، اساسا من در زندگی این شکلی هم، در واقع زور کیفیت به کمیت میچربه. این که حالا من باید هر سال فیلم داشته باشم یا هر سال فیلم بسازم یا سریال بسازم، احساس میکنم آن چیزی که تفکر کنه که کیفیت مهمتر از کمیت. برای بنده بله. من احساس میکنم که تا زمانی که پیشنهاد جدیدی ندارم برای مخاطب، تا زمانی که حرفی ندارم که برای خودم جذابه، که بتونم به واسطه این سینما برای مخاطب جذابش بکنم،
در واقع تصمیم ندارم که فیلم بسازم. شاید اون در واقع نکته‌ای که در ذهنمه به واسطه یک داستان کوتاه بشه ارائه داد، شاید بشه یک عکس گرفت، ولی آن چیزی که برای من به عنوان یک فضای مقدس محسوب میشه سینما، به نظرم جایگاهیه که ارزش اینو داره که صبر کنی توش حرف خوب و مناسب بزنی. بله، در واقع من سالها در سینما ایران دستیار و برنامه ریز بودم، یعنی شروع هم با کار دستیار برنامه ریزی بوده. به خدمتتون عرض کنم که شروع کارم رو در واقع با تلویزیون داشتم. حالا یه سریال بود اسم چهل سرباز، محمد نوریزاد. سریال چهل سرباز که بسیار سریال من شخصیت محترمی هم. بله، به خدمتتون عرض کنم که بعد از اون آروم آروم یه نسخه سینمایی از روی اون در واقع ساخته شد، بعد یه سینمایی ساختن ایشون، یه دو سه سالی با هم مشغول کار بودیم تا اینکه یواش یواش وارد فضای حرفه‌ای سینما شدم. سریالی بود به نام ساعت شنی که من رسماً بهرام بله که رسماً من کار در واقع برنامه‌ریزی در سینما تلویزیون رو اونجا آغاز کردم که برای من یه سربازی بود اونجا، چون اکثر چهره‌های خیلی اکثر چهره‌های درجه یک سینما و تلویزیون تو اون کار بودن، برای خیلی جذاب بود. به خدمت عرض کنم با علیرضا امینی کار کردم، با پرویز شیخدادی کار کردم، بخوام هی بهش فکر بکنم خیلی وقت فکر نکردم دستیار دیگه کار بکنم. به خدمتتون عرض کنم که با پرویز شیخدادی چی کار کردی؟ پرویز شیخدادی من دو تا کار باشون کردم. یک فیلم سینمایی بود به نام دایناسور، مرحوم خسرو شکیبایی بازی میکرد که تک لوکیشن بود. اون فیلم به خاطر اقتضاعات سیاسی که داشت در واقع خیلی خوب دیده نشد. یک فیلم هم ساختن به اسم سربازان اعدام که اون سالی تلفیلم بود بله، که اون سالی که فجر در واقع فیلم های ویدیویی هم میپذیرفت، اونجا بسیار فیلم در واقع مورد استقبال قرار گرفت، تا اینکه تصمیم گرفتم در واقع فیلم کوتاه بسازم و یه فیلم کوتاه جایزه گرفتم. بله، یه فیلم کوتاه ساختم به اسم باشه برای بعد که خدا رو شکر اتفاقای خوبی براش افتاد. آخه یه فیلم تجربی ساختم من که در واقع تدوین موازی داشت، در واقع دو تا خط داستانی که تو هم تنیده میشد. این فیلم رو بردم یکی دو تا از دوستان دیدن، به من گفتن که این که تو تدوین در اومده، برو ببینم میتونی یه فیلم بسازی که یه خط داستانی داشته باشه، بگی یکی بود یکی نبود و تمام. رفتم این فیلم کوتاه رو ساختم و خدا رو شکر در واقع مورد استقبال قرار گرفت. من تا اون موقع فیلمنامه بدون مرز رو مشغول نگارشش بودم. این فیلم کوتاه رو هم در واقع با توجه به اینکه میخوام بدون مرز رو بسازم، تبدیلش کردم به یک مشق برای اون. یعنی بدون مرز یک بازیگر پسر بچه‌ای داره، برای اون فیلم هم یک پسر بچه انتخاب کردم. در بدون مرز پسر بچه در واقع دیالوگ نمیگه، یعنی در واقع قصه بدون مرز دو تا کاراکترن که زبان‌های متفاوتی که عربی حرف میزنه که فارسی و فهمی نسبت به هم ندارن. کاراکتر فیلم کوتاه هم افغانی بود و نمیتونست با دیگران ارتباط برقرار بکنه، ارتباط کلامی. سعی کردم مشقامو تو اون انجام بدم که بیام سراغ بدون مرز. رسیدیم به بدون مرز و خدا رو شکر سال 93 فیلم رو برای جشنواره فجر دادیم. اون تا قبلش فیلم توکیو بود. اونجا جایزه فیلم اول رو گرفت در جشنواره توکیو، ولی خب چون فیلم اول بود این مجوز رو داشت که در فجر هم شرکت بکنه، چون جزء آیین نامه فجر فکر میکنم این هست که فیلم اولی ها اگر قبلش در واقع جایی جشنواره رفته باشن میتونن توی اون بخش نوعی نگاه خودمون شرکت بکنن. اینجا هم خدا رو شکر توی بخش ملی جایزه ویژه داوران رو گرفت و توی بخش بین الملل هم جایزه در واقع کارگردانی گرفت. خب به حال سخته دیگه، شما یه فیلم میسازیم خیلی سخت. آره، خیلی سخت. یه فیلمی میسازیم که در واقع یه همچین سمت و سوی پیدا میکنه، برای اینکه ثابت بکنی که بدون مرز فیلم منه نمیتونی هر فیلمی بسازی، باید بگی که یه فیلمی بسازم که رگ و ریشه هاش در فیلم قبلی مشخص باشه، بدون اینکه
این دوتا فیلم در کنار هم قرار میگیره، ببینید محصول یک نگاهه، محصول یک شیوه فیلم سازیه. تا اینکه چون فیلم کمدی بهم پیشنهاد شد تو این سالها، سریال بهم پیشنهاد شد، من نکردم. آره کار خوبی کردی. آره ترجیح دادم اگر شده مثلا اسنپ کار کنم، ولی خب فیلم خودم بسازم. خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. خانم مصطفی، نظر من شما بسیار بازیگر محترم و خیلی خوبی هستی. من متاسفانه یک بار افتخار همکاری شما را دست دادم. اشتباه کردم. کم سادتی ها. همیشه حسرت اون اتفاق رو میخورم و متاسفم و الان احساس کردم که باید ابراز کنم که متاسفم که آره شما بازیگر خوبی هستید. مدتی که حافظه من ضعیف شده یا شما کم بازی کردید نمیدونم، یعنی در واقع من حافظم خیلی ضعیف نیست، ولی کاری آخرتون یادم نیست اصلا. نه درست میفرمایی، من تو فیلم هایی کار کردم که شاید کمتر فرصت دیده شدن داشتن. به طور متوسط سالی یکی دوتا کار رو دارم. حالا یه بخشی یه دورهی سعی کردم که الان البته سال هاست تلویزیون کمتر کار میکنم، ولی سعی کردم تو سینما و تئاتر یه مقدار. من فعالیتم تو تئاتر مستمر. تئاتر و سینما بله، خیلی گزیده‌تر کار بکنم. یعنی انتخاب میکنید؟ بله بله. فیلمایی که اتفاقا فیلمای بدی نیستن، ولی شاید تریبون درستی برای دیده شدن ندارن. اون بحث حالا قبل از این برنامه داشتید میکردی راجع به سینمای مستقل و اینکه این فیلم‌های تجربی یه جایی بالاخره باید وجود داشته باشه برای دیده شدن. این در واقع شاید موزل سینماگرای جوان و فیلم اولیایی هستش که حالا من با بعضی از این بچه ها کار کردم و فیلم‌های خوبی هم داشتن. فیلم مثلا من این فیلم داشتم 47 هم بازیگرای خوبی داشتن، هم فیلمنامه خوبی داشت. این کار مثلا تو جشنواره‌های اونور جایزه فیلمنامه گرفته، کارگردانی گرفته، من خودم جایزه بازیگری گرفتم از برزیل براش، ولی تو ایران اصلا دیده نشد، هیچ کی این فیلمو ندیده. یا خیلی فیلم‌های دیگه که مثلا شاید به نوعی در واقع همون دغدغه‌های آقای عسکری رو دارن برای ساختن فیلم‌های مستقل و اون نگاه خاص خودشون. و شاید واقعا سینمای دولتی و دولت باید یه مقدار یک جایگاهی رو مهیا بکنه برای دیده شدن کارهایی که کمتر توی این بازار فیلم‌های تجاری جای کمتری دارن برای دیده شدن. به هر حال این فیلم‌ها ساخته میشن. سینمای تجربی به نظر من همون جاییه که ما سینمای ما ویترین جهانی پیدا کرد ازش، در همون دوره‌ای که به هر حال اون سینمای تجربی به هر حال به یه حدی از توانایی رسید که نگاه سینمای جهان رو به سمت ایران منعطف کرد. و این باعث میشه که ما الان وقتی تمام سرمایه ها و توجهمون به سمت کسایی میره که به هر حال تریبونی دارن، جایی دارن برای ارائه، خیلی ها این وسط این موقعیت رو از دست میدن. حالا من تو این چند سال کارهایی که کردم، یه چند تاش که حالا نمایش به نمایش اصلا در نیومد، توقیف شد، نمیدونم اینجوری و اینا. توقیف هم شد؟ ظاهراً مثل این که آره. ولی آخه میدونین چیه؟ مثلا یه وقتایی هستش که تو توقیف هم میشی، صداشو در نمیاری که مثلا بعداً داستان نشه برات. این روزا همه صداشو در نمیارن که توقیف بشه. این روزا همه تلاش آره. میکنن بگن نه ما توقیف نشدیم. آره نه ما الان مشکلات فلان داریم، بیسار داریم اینا. ولی آره به هر حال این همه این چیزها باعث شد که شاید یه مقدار فیلم هایی که من کار کردم کمتر دیده بشه. یه سریال هم کار کردم، سریال
شبکه خانگی بود، اونم توی دعوای تهیه کننده و کارگردان روبیکا مال سیروس مقدم هم بود. دیدم قسمت. آره آره. و اون اصلا کلا از سیال خوبی باشه، دیده نشد. آره سعی ماجرایی که اصلا هیچکس نفهمید و به خاطر سیاست‌های روبیکا اصلا نخواستن توی هیچ پلتفرمی. سریال سعید نعمت‌الله نوشته بود دیگه. آره آره آره. اصلا نخواستن چیز بشه، بایکوت کردن کار رو. این به هر حال اون کار مثلا 2 سال وقت تو رو میگیره، ولی متاسفانه خروجیش اون خروجی مطلوبی که تو میخوای نیست. مثلا این ترجیح میدم اگه قرار باشه در یک همچین حجم و هیاهویی بخوام کار بکنم، خیلی مستقلتر، خیلی کارهای بی سر و صدا تر کار کنم، تئاترم رو کار کنم و لذتم رو از زندگی و حرفم ببرم. بسیار باشید، خیلی خوب. این چرا این قصه رو انتخاب کردی؟ چه چیزی در این قصه دیدی که انتخاب کردی؟ قصه که خب چرا نه؟ یعنی چرا آره؟ من گزینه انتخاب نمی‌کنم. موقعی که روزی که به من زنگ زدن، من همزمان اصلا فکر نمی‌کردم بتونم سر این پروژه باشم، چون که با یه جای دیگه ای قرارداد داشتم و همزمان یه کار دیگه هم صحبت کرده بودم. بعد آقای مصطفی تماس گرفتن که ما موقع افتخار آشنایی با آقای عسکری نداشت. بعد آقای مصطفی زنگ زدن گفتن که بیا دفترمون. اینو گفتم نه آخه درگیرم نمیاد. گفت حالا تو بیا یه سر رو بریم. بعد رفتم اونجا و با آقای عسکری آشنا شدم و ایشون فیلمنامه رو به من دادم، ولی به من گفتن تو قبل از فیلمنامه فیلم اول منو ببین. من اومدم خونه فیلمشون رو دیدم، بدون مرز رو، و خیلی دوست داشتم. کاملا جهانی رو تصویر کشیده بودن که خیلی نزدیک بود به من. اون فرم از سینما، اون نگاه رو خیلی دوست داشتم و فیلم نامه رو به وقتی خوندم دیدم ای این چقدر منه. چه خوب. آره خب من خیلی از بچگی این دغدغه های محیط زیست و زندگی با طبیعت و اصلا حیوانات و اینا ناخودآگاه بدون اینکه بخوام در من وجود داشت. یعنی واسطه حالا جنس زندگیم، حالا زندگی که با پدرم داشتم، پدرم خیلی آدم اهل طبیعت و شکار و پرورش حالا حیوانات دست آموز خودش و نمیتونم اهل طبیعت بود، اهل به هر حال چیز بود، خیلی منم همیشه کنار دستش بودم و یاد میگرفتم دیگه. این به طور الان مثلا همه من فیلمو دیدم میگه از گرگ نترسیدی؟ مثلا نمیفهمم مثلا از گرگ ترسیدن یعنی چی، یا مثلا از سگ ترسیدن یعنی چی، نمیفهمم واقعا اینا رو. چون مثلا یه جایی میریم مثلا طرف میگه که مثلا این سگه خیلی وحشیه، میگیره همه رو فلان و اینا، خیلی مراقب باشیم. بعد مثلا سگه میاد مثل گربه زیر پای من میشینه، با هم بازی میکنیم و اینا، خود صاحبش تعجب میکنه مثلا این با همه چیز این چجوری باشه خوب. و این به خاطر ارتباط من با طبیعت و اینا. الان داشتم برای آقای گلمکانی خاطره تعریف میکردم، بد نیست اینجا بگم. من اولین رمانی که در زندگیم خوندم 8 سالم بود، بابام یه کتاب برام خرید، اسمش بود سپید دندان، اثر جک لندن، زندگی گرگ بود. بعد و من انقدر این کتاب رو خونده بودم در سالهای متمادی، اون همون موقع بچه بودم، که این اصلا ورق ورق شده بود، هنوز کتاب خونه مامانم اینو هست. بعد و من زندگی می کردم با این گرگ و تمام خاطراتی که چیز داشته بودم. این واقعا آرزوم همیشه این بود که یه گرگ داشته باشم. بعد و موقعی که فیلمنامه رو خوندم بلافاصله یاد سپید دندان افتادم. یعنی تمام اون نوستالژی های کودکی یا چیز شد. سفید دندان رمان معروفی بود که سالهایی تمام آدم هایی که تفکر چپ داشتن عنوان رمان خیلی مشخص
اونا مشخص بود و بابا من برای همین برای من خریده بود چرخیدن. یعنی رمان، یکی از رمانی که همه اونایی که علاقه به چپ داشتن خوندن. بله. یعنی اصلا رمان خیلی معروفیه که یک سالهایی میشه. من خیلی خوشحال شدم شما در مورد فعالان محیط زیست داری فیلم میسازی. شما به نظر من فیلم ساختی به عنوان من مظلومترین چهره های یعنی مظلومترین شخصیت های این سالهای ایرانن فعالان محیط زیست. بله. دغدغت فعالان محیط زیست بوده یا مسائل دیگه؟ نه ببین آقای ایرانی، بعضی از واژه ها در تکرار اهمیت و معنای خودشون از دست میدن. ما متاسفانه تو این سالها مسائل بسیار مهم رو در جامعهمون انقدر بردیم در تیتر قرار دادیم که اهمیت خودشو از دست داده و وقتی دیگه حالا راجبش حرف میزنی یعنی شعار نده. مسئله مهم اینه، ببینید ما جامعه رو باید سوق بدیم به سمت یک مسیری که در جاده فرهنگ حرکت بکنه. ما ضعیفیم دیگه، اولویت چندم میتونه مسائل محیط زیستی باشه که ما آسیبش رو تو سالهای آینده خواهیم دید. منتهی مراتب مسئله مهمی که وجود داره، نه من مسئولیت گردن خودم احساس نکردم. من این سوال کردم به خاطر که مسائل محیط زیست قاطی سیاست شد. عرضم همینه، سیاست قاطی مسائل محیط زیست شد، از بین میره دیگه، متاسفانه قاطی شدن. و این نکته که به هر حال دارم میگم نکته تلخی شد. بله. که ما یک دوره‌ای به هر محیط زیستی مسئله داشت. بله. من عرضم اینه، میگم که داشتم فکر میکردم به این که این چه سوالیه مثلا تو این ایام از من میشه که شما واقعا مسئولیتی هست. دیدم نه، من هیچ مسئولیتی احساس نمیکردم. من مسئول بودم، یعنی از یه سنی به بعد احساس کردم که ما داریم جای دیگر موجودات رو تنگ میکنیم. یعنی اینقدر این رشد داره فراوون میشه که ساعت مثلا 2 صبح توی منطقه سئول ما روباه میبینیم. خب اونجا اول زندگی روباهه بوده بعد شده سئول. ها میگم که ما داریم حرکت میکنیم به سمت موجودات دیگه. توی یکی دو تا این گفتگو هم گفتم، ما اگر این توهم اشرف مخلوقات بودن رو از خودمون دور بکنیم، میفهمیم از همین اکسیژنی که ما داریم تنفس میکنیم هزاران موجود دیگه دارن تنفس میکنن، سهم اونها هم هست. اینا هر کدوم اگر به فکر تبدیل بشه، تبدیل میشه به یه سری حلقه. این حلقه ها میره تو زمین و ناخودآگاه میشینه. یک زمانی که بگذره حالا میشه زنجیر، دیگه اسمش مسئولیت نیست. تو احساس میکنی که اینا در من چقدر وجود داره، حالا میاد تبدیل به قصه میشه. وگرنه حرف شما کاملا متینه. همین الانا داریم یه بحرانی رو، اعدام یکی از محیطبانان رو. بله بله خیلی تلخه. بله خیلی تلخه. خیلی تلخه. ما یک نفر رو میاریم میذاریم مسئول یک منطقه. بله بله. میگیم آقا این اگر اتفاق افتاد این حیوان شکار شد شما باید مراقبت کنی. بله. اینم اسلحه. اسلحه چرا میدین؟ چوب بدین دستشون. اسلحه برای چیه؟ برای محافظته، برای شلیکه. محیطبان که حیوان شکار نمیکنه که، پس برای چی اسلحه میدید؟ از دور نشون بده شکارچی بترسه؟ برای دفاع دیگه. حالا ما تمام این اختیاراتو در خدمت اون محیطبان میذاریم، بعد میگیم شلیک نکنی ها. الان اعدام یک نفر به خاطر نه هنوز نشده. امیدوارم که نشه. حالا امیدوارم کمپین تشکیل شده که نشه. کمپینی تشکیل شده که تناقض دیگه. آی جیرانی، ما اگر بدونیم که با تمام موجودات کره زمین همزیستیم، دیگه جایی برای خودمون تلقی نمی کنیم که این جایگاه ماست، اینا نباید باشن. حالا من این سوال میکنم، برای تو هم فعالان محیط زیست جاذبه داشتن نقشش بازی کنی؟ یعنی اصلا شناختی داشتی از فعالان محیط زیست؟ به عنوان فعال محیط زیست به حال فعالان محیط زیست تقریبا یه فعال سیاسی هم شدن. بله. این داستان پیچیده‌ای نیست. به حال فعال محیط زیست میره یه کارایی میکنه، بعد فعال سیاسی میشه. یه شکلایی نه که مثلا کار سیاسی خاصی بکنه، ولی به هر حال قاطی شده این مسئله برای جذابیت داشت. فعال محیط زیست از اونجایی سیاسی شدن که در واقع در یک نقاطی روبروی سیاست های جامعه قرار گرفتن، سیاست های در واقع دولتی قرار گرفتن. حالا همونجوری که آقای عسکری گفتن، دولت میاد یه سری قوانین در واقع محافظت از محیط زیست رو اعمال میکنه
یا وضع میکنه، حالا اعمال هم نمیکنه، وضع میکنه و یه سری آدم ها هم تعریف میکنه که شما باید طبق این موازین برین جلو، ولی از اون ور میگه که خب شما این کار رو بکنین. انگار این کار مثلا یه ویترینی شده برای مثلا چه میدونم یه پوز روشنفکری که مثلا آره ما این کارا رو میکنیم، ولی وارد این حوزه ها و این حوزه ها و این حوزه ها نشین، تو کار این آدم هم دخالت نکنین، ولی شما فعال محیط زیست هستین. خب این یک موقعیت پارادوکس خیلی عجیب غریبیه که آدم هایی هم که تو اون شرایط وقتی قرار میگیرن، بعد وقتی که شما به اون آگاهی میرسین، وقتی شما به اون آدم ها رو به اون آگاهی میرسونین که الان این جمعیت جانوری در چه موقعیتی قرار داره، این زیست بوم در چه موقعیتی قرار داره، و اون آدم ها این دغدغه رو پیدا میکنن، میرن جلو از نزدیک میبینن، بعد میگن که خب حالا دیدیم برگردیم این کارا رو انجام ندیم. من خودم به شخصه دغدغه محیط زیست رو دارم، ولی فعال محیط زیست نیستم که پرچم بالا بگیرم برم دنبالش و اینا. خیلی دردناکه، چون ما فقط ناظر هستیم و میبینیم اتفاقاتی که داریم میفته. حتی من نسبت به کمپینایی هم که اتفاق میفته توی ایران برای مثلا محیط زیست و اینا، انقدر حرکت های لاک پشتی وجود داره که خیلی امیدوار نیستم، چون بودم باهاشون، یعنی با بچه های محیط زیست در یه دوره خیلی همکاری میکردم و اینا، ولی انقدر دیدم به در بسته خوردن ها، انقدر دیدم بگیر و ببند ها رو، که واقعا دیدم فقط آب در هاون کوبیدنه، اصلا هیچ اتفاقی، حتی در حد یک قدم شما جلو نمیرید که مثلا بخوای کاری انجام بدید. من فکر میکنم خود جامعه ما باید یه نگاهی پیدا بکنه نسبت به محیط زیست. من این که حالا من یکی از چیزایی که وقتی نقشه رعنا رو میخونم دوست دارم کار بکنم، برای اینکه چهار تا آدم دیگه ببینن و به این فکر بیفتن که آقا سگ و گرگ و شغال و گاو و انسان خیلی با هم دیگه فرق نداره. من یه چیزی پایین گفتم، بچه ها خندیدن، گفتم ما به عنوان یک، من انسان رو به عنوان یک گونه جانوری میبینم در کره زمین، یه گونه جانوری اومده جای همه گونه های دیگر رو گرفته و حق حیات رو از همه سلب کرده، و فکر میکنم همه چیز باید در تراز من قرار بگیره. و اون چیزی که از فیلم برام جالبه اینه که یه سوالی شد، گفتن که نگاه مثلا مرد سالارانه در فیلم و اون زنی که چیز هستش، گفتم ببینید ما دو تا چیز داریم، تیبون داریم تو فیلم، گاو و گرگ. اگه ما نگاه سمبولیک حتی به این دو تا گونه جانوری داشته باشیم، گاو و گرگ، و اونها رو بیاریم در مشابه سازی کنیم در بین انسان‌ها، تهش نه اون مرده برنده است نه اون زنه، یعنی نه گرگه در واقع چیز میشه برنده میشه نه گاوه. ما اصلا اون چیزی که در طبیعت به نظر من پیام طبیعت برای ما انسان‌ها باید مهم باشه اینه که طبیعت رو اونجوری که هست بپذیریم، تفاوت‌ها رو اونجوری که هست بپذیریم. ما هم اگه به عنوان انسان جایگاهمون رو در همون جایی که هستیم، در همون میزانی که باید باشیم بپذیریم، هیچ موجودی در حوزه اون یکی چیز نمی کنم. منتها همه قلم رو دارن. آره همه قلم. اون چیزی که الان برای من جالبه اینه که آدم ها اگر از این فیلم میان بیرون به این نتیجه برسن که آقا بین انسان و گرگ و گاو هیچ فرقی وجود نداره، که تو همشون یه خالق دارن، میدونی؟ به حیوانات علاقه پیدا کنن، به گاو، به آره، همه، آره، یعنی به حفظ این حیوانات، همونقدر حق حیات و اینقدر که علیه سگ‌ها و اینا هستن، آره، همونقدر حق حیات به همه موجودات شدیم که پروردگار داده. آقای جیرانی، یه تو این مدتی که من راجع به این فیلم تحقیق میکردم و میرفتم توی مناطق مختلف پایگاه‌های محیط زیستی زیادی رفتم،
یک انسان رو برای شما متصور میشم که تو قعر یک جنگل براش یک کلبه زدن و گفتن که باید از این درخت ها مراقبت کنید. اون سکوت، اون ستاره های شب، اون ماه، اون گفتگوش با اون درخت ها در طول زمانی که داره شیفت میده اونجا، اینو تبدیل میکنه به یک پیامبر. یعنی تبدیلش میکنه به یک موجودی که وقتی باهاش حرف میزنی انگار کائنات داره انرژیشو از طریق اون به تو منتقل میکنه. یا چقدر محترم آدمی که بگه آقا شما باید مراقب گونه های آهو در این منطقه باشید. این طرف کارش اینه، صبح، ظهر، شب مراقبه آهواست، آبشون رو تامین میکنه، علوفهشون رو تامین میکنه، تو سرما حواسش. این به نظرم یک انسان متعالیه. و یعنی وقتی باشون حرف میزنی آرامش رو و اینکه قید دنیا زدن رو توی حرفاشون متوجه میشی. دنبال این نیست ماشینش چی باشه، لباسش چی باشه، میگه من دارم یک جای دیگه‌ای برای یکی دیگه خدمت میکنم. در واقع ازش به عنوان عبادت یاد میکنه. من با اینا خیلی نشستم، حتی بارها با هم شام خوردیم، شب اونجا موندیم، جایی که من ترسیدم ولی اونا به من آرامش میدادن. خب اینا قابل احترامن، یعنی قابل اعتناءن. ما اگه میخوایم که محیط زیست مناسبی داشته باشیم باید محافظانش رو دریابیم. در غیر این صورت به نظرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. من یک سوالی بکنم بعد خانم غفاری که وارد فیلم بشه و تحلیل فیلم. من خیلی دوست دارم این نسل شما رو بیشتر بشناسم، نسلی که الان اومده داره سینما رو در اختیار میگیره. من خیلی خوشحالم. میخوام ببینم گفتمان فکری چیه؟ از جامعه رو چگونه میبینی؟ نگاهت به جامعه چیه؟ این دون ما نسل‌های مختلف رو گذروندیم، حالا رسیدیم به نسل شما. متولد چه سالی هستی؟ من 57م. 57م. آره این شروع کردی، یکم نسل قبل‌تر، یعنی باید دوتر شروع میکردی. راهنما نداشتیم. آره باید دوتر شروع میکردی. آره. گفتمان فکری چیه؟ تو تای فکر هدف چیه؟ این ما الان باید تیم سازمون گفتمان فکری داشته باشن. بله. که وقتی وارد میشن بدونن دارن به کدوم مقصد چیه. بله. آره. من آقای جیرانی بعد از 40 سالگی در فیلمسازی به این نتیجه رسیدم که مقصدی وجود نداره. تمام جهان فیلمسازی برای من مسیره، یعنی اینکه فیلمسازی برای من مقصدی مشخص نمیکنه. یکی از ایستگاهاش بدون مرز بود، یکی از ایستگاهاش برف آخره و من دنبال ایستگاه بعدی خواهم بود. آن چیزی که به نتیجه رسیدم این سالها و احساس کردم ممکنه که به نگاه من به زندگی کمک بکنه، بودن میون مردمه. یعنی مردم مردم واژه خیلی بزرگه. یعنی مردم توش مردمای آدمای مختلف و تفکیک میشن مردم. عرض میکنم خدمتتون لایه‌های زیرین اجتماعی که حق چندانی طبقات محروم برای زندگی، طبقات آسیب پذیر، بله، محروم. بله بله. تفریح من پیاده روی در تهرانه از انقلاب به پایین. تفریح من رفتن با حسن مصطفوی کورپسخونه است، سراغ آدمایی که اونجا هستن، آدمایی که سرشار از قصه‌ن، سرشار از دغدغه‌ن، آدمایی که درگیر نان شبشونن. من هنوز که هنوزه مسیرهامو با اتوبوس و مترو میرم، علاقمندم، جمله میشنوم، دیالوگ روز جامعه رو میشنوم. به هدفی ندارم در سینما. من خیلی خوشحالم که تو این مسیر رو میری، اما تو که این مسیر رو میری به عنوان یک آدمی که به هر حال داره جهان بینیه و این فاصله ها رو چگونه میشه برداشت؟ فاصله اون آدمی که تو طبقات پایینه، اون آدمایی که الان در طبقات بالا هستن و وحشتناک ما یک فاصله طبقاتی تو جامعه داریم که من ندیدم این میزان فاصله وجود نداشته در سالهای گذشته. آقای جیرانی، وظیفه من نیست که بهش فکر کنم که
چجوری میشه این طبقات رو فاصله شو کم کرد یا این شکاف رو برداشت؟ اصلا وظیفه من نیست. این شکاف اعتقاد داره که وجود داره؟ مگه امکان داره؟ امکان داره که وجود داره. اصلا معلومه که وجود داره و هی داره عمیق‌تر میشه. من آن چیزی که برای خودم وظیفه میدونم اینه که اون آدمی که در اون طبقه داره زندگی میکنه به زعم خودم و اندازه توان خودم خوراکی براش تولید بکنم و برم سراغ خورده فرهنگ ها که بتونم یک فضایی براش مهیا کنم که از همون در لابلای شکاف بودنه به فکر واداشته بشه. دیگه سوالی کردید که به نظر اعتراض کنه به شکاف که ببینید الان ما یه فیلمی ساختیم که علل ظاهر محتوای محیط زیستی داره. ببینید در واقع داره در جان طبیعت ساخته میشه، قصه روایت میشه. خب ما این سالها بسیار راجع به طلاق ساختیم، بسیار راجع به اعتیاد ساختیم، بسیار راجع به موضوعات و معضلات مختلف اجتماعی ساختیم، اما فقط ساختیم. آیا من راجع به اعتیاد فیلم بسازم؟ دردی که امروز بهش دوچاریم و تقریبا پنج برابر شده نسبت به پنج سال گذشته، چه اتفاقی میفته؟ گویا قرار نیست اتفاقی بیفته. یعنی انگار مسئله های بزرگتری وجود داره که این مسائل باعث میشه که به اینها توجه نکنیم، به موضوعاتی که وجود داره زیر پوست شهر توجه نکنیم. من چون خودم بچه پایین شهر تهرانم، من بچه امامزاده حسن تهرانم، یه تعدادی از رفقام مردن، یه تعدادشون زندانن، یه تعدادشون هم از ایران رفتن، یعنی بچه هایی که توی این مناطق زندگی میکنن. ما هم با همه کمبودها ساختیم، سعی کردیم برشون فائق بیایم و به اون چیزی که میخواییم برسیم، یعنی از ما بین این فضای آلودهی که وجود داره تو بخوای به یک فضای تمیزی برسی و حرف تمیز بزنی. میدونی به هر حال کسی که دغدغه نان شب داره خیلی موضوعات محیط زیستی براش اولویت نیست. بله اولویت نیست. اصلا اولویت نیست. من حالا یه سوالم از خانم مصطفی کنم. بعد از سپید دندان آخرین کتابی که خوندی چیه؟ این دغدغه که کارگردانت گفت، این شکاف طبقاتی دغدغه تو هم هست؟ قطعا هست. دغدغه تو هم هست؟ تو هم این نگاه رو به جامعه این شکاف داری؟ قطعا هست. یعنی به هر حال آدم وقتی که توی جامعه زندگی میکنه که شما از پنجره خونت، من یه سطل آشغال هستش سر از پنجره خونم میتونم ببینم توی کوچه است، شاید در روز میتونم بگم 50 نفر به این سطل آشغال، به یه دونه سطل آشغال توی این کوچه آویزون میشن، یه چیزایی ور میدارن و میرن. آره. یه وقتایی اگه مثلا حوصله داشته باشم یا وقتشو داشته باشم باشم مثلا اونجا و اینا، غذا مزا میذارم اونجا یا صدا میکنم مثلا یه غذایی بهشون میدم، چیز میکنم. حالا اینکه اصلا غذا بدم ندم اینا اصلا مهم نیست، مهم اون 50 نفری که میان. ولی در کنار اینها مثلا شما خبرهایی میشنوی که فلان آدم حالا بازاری، حالا یه حاجی، یه کسی از فلان شهر میخواد بیاد تهران. تو همین کرونا اتفاقاتی افتاد که اصلا آدم فکر نمیکرد مثلا تو ایران چیز باشه. هواپیمایی که قرار از اون شهر بیاد به تهران رو، چون یه کار مثلا چیز داره میخواد بیاد و برگرده، اون هواپیما رو کمپلت اجاره میکنه که یه نفر آدم بیاد تهران رو برگرده. خواهم میگم فاصله بین اون انسان، اونم انسانه، و این فاصله های اجتماعی وقتی که هست و ما هم حالا این وسط ها هستیم، ولی شما طبقه متوسط. آره ما طبقه به هر حال طبقه متوسط هستیم. آره پایین شهر بزرگ شهر ما این وسط ها هستیم، هم اینا رو میبینیم اونا رو میبینیم.
و نه میتونیم یقین اونو بگیریم، نه میتونیم کاری برای این بکنیم. فقط میتونیم در همین حوزه خودمون در یک جای قرار بگیریم که بتونیم یک انعکاس این شرایط موجود باشیم. و فکر میکنم نمیدونم حالا چقدر این نگاه میتونه مؤثر باشه در کیفیت جامعه، یا بتونه اصلا یک چرخی باشه برای پیش برده به همه. این سوال کردم که برای هنرمندا دغدغه‌مندن، اهالی سینما دغدغه‌مندن، طبقه متوسط آرزو داره، آرمان داره، حالا امکان داره شکست خورده باشه، با آرماناش نرسیده باشه، که طبقه متوسط ما در طول تاریخ زیاد شکست خورده، همچنان هم داره شکست. آقا طبقه متوسط داره از بین میره، میدونی؟ چون این شکاف طبقاتی باعث میشه که شما یا اون ور باشی یا این ور، و میدونید که به هر حال فرهنگ هر جامعه‌ای رو طبقه متوسط تشکیل میده. دقیقاً. اصلا مهمترین قضیه فرهنگ طبقه متوسط، مهمترین طبقه جامعه است. بله. که متاسفانه بعضیا جدی نمیگیرن که مهمه. بله، به خاطر همین هستش که معمولاً حالا حکومت‌ها در سراسر جهان همیشه اون چیزی که خطره براشون نه اون طبقه مرفعه نه اون طبقه فروده است، طبقه متوسط رو همیشه نشانه قرار میدن، چون اونها میتونن در واقع تعیین کنن. آرمان داره، هدف داره و میخواد و آرمان‌ها و هدفش برسه. من راجع به این سوالتون یه نکته دیگه بگم به ذهنم رسید. آقای جیرانی، این وضعیت فقط گریبانگیر ما نیست. مارکز یه جمله‌ای داشت خیلی برام جذاب بود. مارکز عاشق همبرگر بوده دیگه، و بعد از اینکه وضعش خوب میشه صبح زور شب همبرگر میخونه، اساسا از فرط چاقی دچار بیماری میشه و از دنیا میره. اما یه جمله‌ای داره و میگه جهانی که همبرگر بشه $5 دیگه جای خطرناکه برای زندگی. خب میگم این مسئله مخصوص ایران نیست. بدون مرز فرزند خوبی برای من بود، به خاطر اینکه منو به سفرهای زیادی برد. به نظرم جهان اتفاق بدی براش افتاده، این شکاف در همه جای جهان وجود داره. باز ارجاعش میدم به یه جمله از فیلم رستگاری از شاوشنگ، میگه امید چیز خطرناکیه، میتونه یه آدم سالم رو دیوونه کنه. ولی با تمام این تفاصیل من خیلی امیدوارم. برو سراغ فیلم که دارم. من فکر میکنم اسم فیلم اول یه رقصنده بوده، درسته؟ چی؟ من توی گوگل سرچ میکردم نام فیلم نامه قبلا برف آخر نبوده، نمیدونم حالا یا اشتباه ویکی‌پدیا بود یا نه. همین برف آخر بوده. من میخواستم بدونم که به هر حال وقتی که شما برای یه فیلمی که توی چیز محیط زیستی توی فضای خارج از فضای مرسومی که این روزا تو سینمای ایران داریم میبینیم میخواین کار کنین و باید بازیگرایی باشن که به قول معروف هم حیونا رو دوست داشته باشن هم بتونن ارتباط بگیرن، احتمالا شما گزینه‌های خیلی محدودی دارین. اولین چیزی که به هر بازیگر می‌خواید پیشنهاد بدین، حالا از جمله خانم مصطفی که واقعا تو فیلم یک جای گرگ رو بغل کردن، بله. گرگ زخمی رو، قطعا این باشه که اول از همه باید اون ویژگی اون حیوانه رو چیز باشه، یعنی گزینه‌هاتون خیلی محدود بوده. بله. برای دو تا بازیگر دیگه هم همینطوری بود، یعنی اولین چیزی که بهشون میگفتین این فضای فیلم با فضای فیلم‌های این سال‌های سینمای ایران فرق داره، تو انتخابشون شاید تاثیر داشته باشه. آره، اساسا توی گفتگوها چیزی بهشون نمیگفتم، فقط مثلا چند تا سوال که از گربه، از سگ میترسه، اگه میگم میترسن دیگه سراغش نمیرم. آره دیگه طبیعتاً میدونید یه جایی دیگه میگفتیم که نمیشه، خب ما چیکار باید بکنیم. ولی اتفاقی که افتاد اینه که به نظرم آقای جیرانی استاد بنده هستن، ما از رو دستشون مشق می نویسیم. ولی به نظر من یه بخشی از فیلمسازی اساسا دست کارگردان و فیلمساز نیست، یه بخشیش انگار از یه جای دیگه هدایت میشه و میگه این نباشه باید این باشه. من به نظرم سه تا گزینه ای که در برف آخر بازی کردن بهترین گزینه ها و درجه یکترین گزینه ها بودن برای آقای مجید صالحی و آقای امین حیی و خانم مصطفی. بله. گفتم اسم ببرم که مخاطب بدون. بله. و اینکه به نظر من فیلم برف آخر تو این سالهای اخیر چون فضای متفاوتی داره قطعا حال آدمو خوب میکنه. حالا موضوع خیلی ملتهبه، به هر حال اون اتفاقی که آخر فیلم میفته نمیخوام فیلمو لو بدم. بله. همه اینها
نیاز به یه تصویر و رنگ خاصی داره که قطعا شما رعایت کردین، ولی من امروز تصویر رنگی اینجا ندیدم. بله. و احساس میکنم اگه من این فیلمو برم یه جای دیگه رو پرده بهتری ببینم خیلی فضا فرق میکنه. واسه شما قطعا خیلی زحمت کشیدین سر این موضوع. پیشنهاد بهتون میکنم حتما در یک در واقع دی سینمای دالبی جذاب اگر بتونین این فیلمو ببینین، چون اساسا ما در سالن برج میلاد نه خوب میبینیم نه خوب میشنویم. علی علویان خیلی برای صدای فیلم زحمت کشیده، ما نشنیدیم. آرمان فیاض و فرهاد جلالی برای رنگ فیلم خیلی زحمت کشیدند و ما اینجا ندیدیم در واقع تیره تر از آن چیزی که باید و میپوشونه همه چیزو. اساسا چون ما با تصویر سر کار داشتیم، وسواس تصویرمون هم بالا بود که باید به شکلی باشه که چشم نواز باشه و یک تم آبی خاکستری در سراسر فیلم جاریه که مثلا در سالن ایران مال ما قرمز میبینیم. اینجا تازه سالن خوبیه. اینجا تیره تر میبینیم. اینجا سال تاریک بود یه جا. بله تاریک میبینیم رسما. خیلی وسواس داشتیم، ولی قطعا خروجی که ما در یک سالن خوب دیدیم خروجی بسیار مناسبیه. و اینکه به هر حال این فیلم میخوام بدونم مدت جلسات فیلم برداری با توجه این که احتمالا باید منتظر برف میبودین. بله. یا اتفاقات خاص چقدر طول کشید؟ ببینید ما چون به لحاظ مالی در مضیقه بودیم و تهیه کننده رفیق شفیق من بود و هر دقیقه که میگذشت من احساس میکردم که رفیقم داره از جیبش 1000 تومانی خرج میکنه، سعی میکردیم که شرایط رو طوری پیش ببریم که فیلم سر سالم زمین بذاره. و ما این فیلم رو در حدود 48 یا 49 جلسه فیلم برداری کردیم در 57-8 روز. بدن که تعطیلات خورد بهمون، بازیگرامون در واقع یه سری ماجراها، مثلا امین حیایی درگیر عصر جدید بود و باید 3 روز می اومد، یکی دو روزش برف نیومد، ولی ما 48 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. خوب رفتین جلو چون خیلی به نظرم کار سختی بود. بسیار کار دشواری بود، ولی خب به هر حال ما یک موقعیتی داشتیم که در این موقعیت در این دایره باید این مسیر رو میرفتیم و به نقطه پایان میرسوندیمش. من برگردم به این نکته‌ای که درباره بازی خانم مصطفی هست. به هر حال خانم مصطفی در سینمای ایران به خیلی بازیگر زنش موقعیت بازی نمیده و با توجه به فیلمنامه‌های تکراری که وقتی که فیلمنامه برپا آخر بهتون پیشنهاد شد احساس کردین یه موقعیت ویژه بعد چند سال سراغ شما اومده؟ آره، یعنی به هر حال شما یه موقعیتی براتون پیش اومده که فاصله داره با تمام خب به هر حال اصلا کل فیلم این تفاوت احساس میشد با فیلم های دیگه. نمیخوام بگم حالا اونا بدن، نه یه موقعیت ویژه، یه موقعیت دیگه است دیگه، میدونی متفاوت. اونا قطعا فیلمنامه های خوبی هن، موقعیت های خوبی ایجاد میکنن برای بازیگرشون، اما این یه موقعیت متفاوته، موقعیتیه که شما شاید کمتر بهش برخورد بکنی. چیزی نیستش که شما هر روز یا هر سال مثل فیلمنامه این شکلی به دستت برسه. قطعا برای سازنده کار هم آقای عسکری هر سال که نمیره برف آخر بسازه یا سراغ همچین سوژه هایی بره، یه همچین سوژه های فرصت های خاصی رو میطلبه و همیشه دست نمیده. به خاطر همین وقتی من به عنوان بازیگر یه موقعیت اینجوری برام پیش میاد و بعد یک بک‌گراندی دارم نسبت به یه همچین موقعیتی و حالا میتونم یه فرصتی پیش اومده که میتونم این موقعیت رو توی یه فیلم در یه جایی درستی اجرا کنم، خب خیلی باعث خوشحالی منه. و هر چقدر هم که حالا پیش رفتیم، اول خب فیلمنامه است، وقتی فیلمنامه رو میخونی مثلا میگه خب چه خوب بنام، روز اول نمیدونی که مثلا قرار چه اتفاقی بیفته. آره، و این که در جریان فیلم برداری وقتی حساسیت‌های آقای عسکری رو دیدم و اون توجه به جزئیاتی که داشتن، خب خیلی بیشتر آدم رو ترغیب می‌کنه برای جستجو، برای کشف و شهود یه سری لایه‌های دیگه‌ای از شخصیت، کاراکتر. این آقای عسکری یه ترفندی که داره یه جوری
در واقع آدم ها رو بدونی که خودشون بفهمن توی یک مسیری میندازه. بعد خب از یه جایی به بعد هم کار خودش راحت تر میشه و هم اینکه تو به عنوان یک چیز یه اعتماد خیلی کاملی داری به اینکه آره یه کسی هستش که این رو نه فقط بگم در بازیگری، این رو در هدایت همه عوامل داشتن. چون یکی از چیزایی که این فیلم داشت این بود که همه بچه ها، یعنی مثلا شما فرض کن از تدارکات گرفته تا گروه صدا تا گروه فیلم برداری تا مثلا اون کسی هم که مثلا رفلکتور داشت و فلان و اینا، مثلا تو جزئیات بازی تو مثلا دقت میکرد. بعد مثلا میگفتش که مثلا صدا بردار مثلا میومد میگفتش که امیر مثلا اینجا این اینجوری لحن صدا مثلا اینجوری، یعنی یه جوری انگار مثلا همه خودشون رو مالک کار میدونستن. یعنی واسه همین بود که ما مثلا یه روزی 4 بعد از ظهر اون دشت لار بود که پاسیم کار کنیم، 4 بعد از ظهر رفتیم، بعد تا فردا صبحش دیدیم یه اون بورانی که میخواستیم برای آزادسازی گرگ اتفاق افتاد. بعد گفتن که مثلا اون آزادسازی گرگ رو الان بگیریم، همه گفتن آره بگیریم. بعد فکر کن تا ساعت 12 ظهر ما اونجا بودیم، هیچکی نمیرفت، یعنی همه وایساده بودن. بعد مثلا من ویدیوشو دارم، ساعت مثلا فکر کنی 9-10 صبح یک مسافت 1 کیلومتری رو بچه ها مثلا باید میرفتن یه رفلکتور و نور و اینا مثلا میام پیاده. و انقدر این کار همه انقدر دلی اتفاق می افتاد، شرایط سخت و خیلی همه چیز مثلا چیز بود دیگه، یعنی برها شرایط مثلا خیلی چیزی نبود که مثلا تو بگی برای همه چیز اوکی، مثلا چه میدونم کانکس استراحتمون اونجاست و نمیتونم فلان و اینو، نه همه چیز سینما ایران کارا تو سینما ایران نیست، فقط سینما ایران. آره یعنی با این شرایط و این رو واقعا آقای عسکری یک جوری بچه ها رو مثل یک خانواده کنار هم نگه میداشت که این حسه کاملا اون چیزی که الان شما رو پرده می‌بینین، کاملا اون چیزیه که بچه‌ها دلی پشت صحنه کار کردن، لحظه به لحظش، روز به روزش. یعنی حتی نمیتونم بگم مثلا یه روز اینجوری نبود، مثلا یه روزایی اینجوری بود، یعنی هر لحظه‌شو بچه‌ها اینجوری کار کردن. و حالا من تو اون بخش خودم واقعا تو وقتی تو توی همچین انرژی قرار میگیری، تو فضایی با همچین انرژی قرار میگیری، واقعا کاملا خودتو میسپری دیگه، میسپری و میدونی که اون اتفاق درسته داره میافته. و احتمالا از اون فیلم هایی هم هستش که آخرش هم اغلب عوامل حالشون خوبه وقتی تو این فیلم بودن. آره یعنی چون حال مخاطب خوبه نشون دهنده اینه که اون اتفاق تو فیلمه همه حالشون خوب اصلا بوده. وقتی اتفاق خوب تو فیلم میفته و حال همه تو فیلم خوب باشه، این حال منتقل میشه به تماشاگر. من تجربه دارم، میگه حال آدم ها تو فیلم بد باشه، این حال بد منتقل میشه به تماشاگر. کاملا این حس غریزی غریبی وجود داره بین حال تماشاچی و حال درون فیلم. اینکه دوربین خیلی هوشیاره، میدونی یه چیزایی از این دریچه منتقل میشه، یک حسایی منتقل میشه که اصلا شما اصلا فکرش رو نمی‌کنی، فکر می‌کنی آره نور درست نمی‌دونم فلان میزانسن درست نمی‌کنم، ولی در نمیاد. چرا در نمیاد؟ یا عاطفه‌ای باید وجود داشته باشه در اون لحظه، اتمسفری باید وجود داشته باشه که تمام این اتفاقا در اون لحظه درستش اتفاق بیفته. خدا رو شکر، خدا رو شکر در برف آخر این اتفاق در بهترین حالتش افتاد. من خیلی خوشحالم که شما تو این فیلم بودین و ما شما رو دیدیم بعد از مدت روی پرده. در حال فیلمتون انشالله دیده میشه این بار. انشالله. آقای عسکری شما 2 تا فیلم نامه نویس داشتین، خودتون هم چون بله راجبش صحبت کنه خیلی مهمه. یه اسم خیلی آشنایی بود، فکر کنم همنامه داشتم برای آقای شیرازی. بله
و اینکه خودت هیچ نقشی توی نگارش فیلمنامه نداری؟ من خودم رو در واقع فیلمنامه نویس نمی‌دونم. خیلی خوبه. اساساً من فیلمنامه نویس نیستم. منتهی مراتب میدونم چی میخوام از جهان خودم. یعنی که مهندسیش رو میسپرم. واقعیت ماجرا اینه که ریشه برف آخر، من یادم بعد از اینکه اون فیلمی که قرار بود در برلین بسازیم نشد، من دیگه خیلی در واقع رفتم کنج زندگی خودم و کارم فیلم دیدن بود و کتاب خوندن بود و گاهی پیاده روی بود و اینها. توی این خانش هایی که داشتم یک داستان کوتاه مسحور کرد منو، داستان کوتاهی از استاد صالح‌علا که من بسیار دوستش داشتم، باز از اون گذشت. اسمش رو نمیگی؟ داستان کجا خوندی؟ داستان رو در داستان همشهری گوش کردم. داستان همشهری. یاره. یه فایل صوتی بود. من اون کتاب داستان همشهری. داستان همشهری. بله، من دیوانوار آقای صالح‌علا رو دوست دارم. صداشون، واژه هاشون به ما آرامش میده. ولی خب در شکل و شمال یک داستان کوتاه بود. مدت ها هم از این قصه گذشت، بعد این یقه منو ول نمیکنه، این اتمسفری که این قصه داره. خیلی خیلی بهش علاقمند شدم. سراغ هر قصه دیگه ای میرفتم انگار من دور میزدم، دوباره میومدم همینجا. تصویر منو رها نمیکرد. تا اینکه شروع کردم آروم آروم ببینم که چطور میشه تبدیلش کرد به یک قصه در واقع فیلم، به یک سناریو تبدیلش کرد. خب خیلی فاصله داشت، تو روایت بسیار متفاوت بود، توی فضاسازی همینطور. ما قبل از این با این بچه ها صحبت کنم، شروع کردم آروم آروم به نوشتن، خورد شروع کردم به نوشتن، تبدیل شد به یک طرح که حالا میتونستیم راجبش حرف بزنیم دیگه. امیر محمد عبدی و سید حسن حسینی که از رفقای بسیار قدیم منن اضافه شدن و نگارش رو شروع کردیم. سید حسن حسینی هم نامن گویا. آره، چون اسم ایشون آقای مرد بازنده بود دیگه. مرد بازنده هم تو سید حسن فکر میکنم. آره، مرد بازنده ایشون گفتن که ایشون. نه همسنای خودتن این سید حسن حسینی؟ بله، یکشون از همکلاسی های دانشگاه همه. من در واقع بازیگری خوندم دانشگاه عراق سال 77، همکلاسی من بوده که بعد مدت ها هم دیگه رو پیدا کردیم و در واقع شروع کردیم به همکاری. یکی دیگه از دوستان هم از رفقای مثلا 10-15 ساله منه که اساساً کار فیلمنامه نویسی نمی کرد، اما شروع کرد و بسیار موفق در واقع فیلمنامه چیز رو نوشته بود. اولین فیلم سینماییش لاک قرمز. بله فیلم لاک قرمز رو نوشته بود و ما حالمون با هم خوبه، حرفامون با هم بر نمیخوره. به خدمت عرض کنم هیچ کدوممون هم ادعا نداریم که بگیم کی نوشته. هدف فیلمه در نهایت و راحتیم با هم، کیف میکنیم، مینویسیم. این نسخه‌ای که الان ما دیدیم 120 دقیقه بود. بله. شما گفتین این نسخه نهاییه برای خودتون. بله. با وجود همه تعریفی که من واقعا فیلمتون دارم، احساس میکنم شاید یک مقدار میشه برای اکران چیز بشه. البته این نظر منه به عنوان مخاطب، ولی میخوام بدم به نظر خودتون الان مخاطب. حالا شما دو تا سانس مردمی هم داشتین. بله. و احتمالاً بازتاب ها رو هم گرفتین. بله. الان مردم تایم طولانی فیلم میبینن، میرن. یه چیز عجیب بهتون بگم، اتفاقی که امروز در برج افتاد که برای من قابل حدس بود، در سینما ایران مال اتفاق افتاد و برام عجیب بود. یعنی بدون پچپچی، بدون بله نمیشد اصلا آدم چشش رو پرده برداره. این موقع حتی میدونم، ولی کلا گفتم برای اکران عمومی. ببین همیشه فیلم ها میتونن کوتاه‌تر باشن. آیا اینکه در واقع هدف از این کوتاه کردن چیه دیگه، اون به نظرم یک مبحث دیگری است که حالا گفتگو میطلبه. یه سوال از شما دارم آقای جیرانی. من برف آخر رو مبتنی بر جزئیات نوشتم، یعنی اساساً با جزئیات یک کلیتی رو شکل دادم. یک اتفاقی میفته، شاید اگر یک دقیقه یا دو دقیقه فیلم رو از دست بدی
ممکنه که فیلمو از دست بدی. این از نظر من هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، یعنی که قطعا با اون یکی دو دقیقه شما یه طیفی از مخاطب رو از دست میدی که سوالشون اینه چی شد؟ الان چه اتفاقی افتاد؟ نگاه شما به این شکل نوشتن و ساختن چیه؟ آیا اساسا صحیحه؟ اولین سوال من تو اینه که سناریوت خورده پیرنگه یا شاپیرنگه؟ نه خورده پیرنگ. خورده. خب سناریو خورده پیرنگ پر جزئیاته، یعنی باید جزئیات حفظ کنی. یعنی نمونه بسیار خوب سناریوی خورده پیرنگ درباره الی آقای اصغر فرهادیه دیگه. بله. پر جزئیاته. جزئیات هم قابل هضم نیست در سناریوی خورده پیرنگ. در سناریوی شاپیرنگ در واقع خب تو میتونی یک بخشایی رو در بیاری، بله، یک بخشایی رو کوتاه کنی. در سناریوی خورده پیرنگ که یک اتفاق محوری داره و حالا شخصیت‌ها حول اون اتفاق محوری، بله، دارن شکافته میشن، جزئیاتی که قصه رو جلو میبره، بنابراین حذفش اصلا خطرناکه. به کار خوبی هم کردید این کارو کردید. از اینجاست من خوشحالم کمک گرفتم از آقای شیطانی. به نظر من ما مخاطبان خوبی تو جشنواره نیستیم، چون آدم تو خستگی وقتای فیلم میره، ولی من واقعا همچنانم میگم خسته نشدم. فقط یه سوال داشتم که به نظر شما توی بحث عام چه جاتم که حالا شما این نظر رو دارین، برام محترم. زنده باشی. من یادم جشنواره 93 با بدون مرز که بودم، خدا رحمت کنه خانم طاهرپور، خدا رحمتش کنه، روحش شاد باشه، فیلمو که دید فیلمو بسیار دوست داشت، ولی به من گفت امیر حسین فیلمو یه 10 دقیقه کم کن. فیلم 102 دقیقه بود، گفت این فیلمو 10 دقیقه کم کن. به هر حال خانم طاهرپور بود دیگه. من رفتم با تدوین، فیلم اولمو با تدوینگرم نشستم سر تدوین مقدم. من چون در واقع اول شخص میسازم، در واقع دوربینم پشت سر کاراکترم را میفته و با اون موضوعات رو کشف میکنم، اساسا مقدمه هم طولانی میشه، برای اینکه اول به جان اون آدمه در واقع نزدیک بشم و با اون حالا قصه رو تعریف بکنم. رفتم در مقدمه این کار رو کردم، یعنی شروع کردم به جرح و تعدیل در مقدمه. نشستم یه بار فیلم رو دیدم، دیدم دیگه من با این آدمه همراه نمیشم، برای اینکه جزئیاتش رو از دست دادم، ماهیگیریشو از دست دادم، خوابشو از دست دادم، اینا رو درآوردم. چیزایی بود که علل قاعده میگه خب این که حالا نمیخواد میشه کوتاه‌تر بشه، این میتونه کوتاه‌تر بشه. و رفتم گفتم خانم طاهرپور اینجوری شد، واقعا نمیتونم کوتاهش کنم. گفت الان حالت با این خوبه؟ گفتم آره. گفت کوتاهش نکن. تایکواندی بسیار با شعوری بود، بسیار با فرهنگ، روحش شاد. اینطور فیلمش کاری شما باید تایکواندی مقابلتون درکتون کنه. خب تو سینمای مستقل داری، تو تایکواندت سینمای مستقل نمیده. سینمای مستقل با چه مشکلی رو بوده؟ ما گیر کردیم وسط یک ماجرایی. ما اگر سینما رو یک هنر صنعت ببینیم گیر کردیم، یعنی نه صنعتشو داریم نه هنرشو داریم. این داره روز به روز تحلیل میره و سینمای درآمدزای ما داره سینمای مستقل رو میبلعه. اساسا سینمای مستقل سراغ قصه های مستقل میره، سراغ اندیشه های شخصی تر میره، سراغ نگاه های متفاوت تر میره. این تعریف سینمای مستقل اینه که ما سینمایی که با سرمایه بخش خصوصی، بله، داره تهیه میشه، یعنی در واقع سرمایه های دولتی، نهادهای حکومتی توش نیست و از سمت فکر نویسنده هم آزاد میتونه چیز کنه. بله. تو دنیا البته چون دعوا سر تهیه و سرمایه گذار و تهیه کننده و اینان، در واقع سینمای مستقل سینمایی که خارج از قاعده استودیو هاست. بله. آره البته الان دیگه همش دارن مستقل، استودیو ها دیگه از بین رفته تو دنیا. بله. بله. آره. ولی در واقع نکته اینجاست، اینجا سینمای مستقل شما به هر حال باید فکرتون رو بدین یه جا بخونه. آیا با دادن این که فکرتون رو بدین یه جا بخونه باز هم این سینما مستقل میشه؟ حالا فهمیدم راجب کجا داری درف میزنی، راجب چی داری درف میزنی اساسا. آجیل بحث قدیمیه، یعنی اینکه ما به هر حال این بحث چیزی رو حل میکنه. ما ببینیم، من یه چیزی به شما بگم. من برای جشنواره فجر در واقع فیلممون پروانه ساخت داشت، یعنی فیلمنامه رو خونده بودن. از اینجا ورود کنیم بهتره به نظر. بله بله درسته، پروانه ساخت داشت. برای پروانه نمایش به ما ممیزی دادن،
گفتن که اینو 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 این باید خب این کار رو ساختین اشکال نداره ایراد نداره نه میخوام اینو بگم میخوام بگم که گفتم که خب اینا که چیزی نیست اینا که اینجوری حل میشه گفت نه اینا جزء پروتکل های شورای انقلاب فرهنگیه و با این اتفاق بیفته این جمله جالبی بود که تو گفتی خب گفتم که خب من فیلمساز قبل از اینکه اساسا اقدام کنم برای پروانه ساخت باید اینا رو بدونم چیه دیگه بعدن شما در ممیزی به راحتی میگی آقا ما به دادیم اینو این چرا هست ببین این چیزایی هم که مثلا اساسا چیزای غلطی نیست مثلا میگم یکیش اینه که آقا سیگار زیاد میکشن توی فیلم خب این به نفع جامعه منه خب ولی من فیلمساز باید ازش مطلع باشم اگر در واقع این اتفاق باید در فیلم های سینمایی بیفته آیا در سریال هامو داره اتفاق میفته آیا در همه فیلم ها داره رعایت میشه وقتی که پروتکل تبدیل به یک امر فرمایشی میشه یه گروه اجازه دارن و یه گروه اجازه ندارن وقتی که ماجرا برای من جدی گرفته نمیشه قانون برای همه یکسانه دیگه اما این که به هر حال یک شرایطی باید وجود داشته باشه که یک گروهی تفکرت رو تایید کنم برای ساخت وجود داره دیگه نه من معتقدم با همین نسبت که در واقع ایده تفکر رو تایید میکنن با همین هم یک سینمای درون همین تاییدها وجود داره که مستقلتر عمل میکنه خب یعنی فیلمساز سعی میکنه که به رغم اینکه تفکرش داره کنترل میشه خب چون در واقع سعی میکنه که باز فیلم خودش رو بسازه یعنی بله. این فیلم خود ساختن تو الان فیلم خودت ساختی من فیلم خودم ساختم این خیلی مهمه که فیلم خودت ساخته بشه یعنی مجبور نباشه که باج بدی به جایی یا به مکانی یا به این مهمتره خب سخته دیگه آقای جیرانی من چقدر توان دارم من چقدر توان دارم که یک تهیه کننده ای رو مجاب کنم که بیا این فیلمنامه رو بخون این فیلمنامه اتفاق خوبیه چقدر زمان دارم 2 سال 3 سال خیلی سخته میدونی مثلا اینه میگم که امیدوارم 9 سال دیگه طول نکشه که با فیلم بعدی تونسته زیاره آخه در ایران این شکلیه تا روز کلید 80% انرژی شما میره مستقله این در ایران سینمای مستقل باید باشه یعنی که جانی نداری برای دکوپاش کردن یعنی سینما مستقل گاهی سینمای مستقل نیاز به حمایت داره برای اینکه این کارهایی که ساخته میشه دیده بشه سینمای مستقل نیاز به حمایت داره ولی مهم اینه که دولت خودش گیر کرده بین سینمای مستقل سینمای دولتی سینمای حکومتی سینمای جریان اصلی تجارتی گیر کرده سینمادارها جنب سینمای اصلی تجارتی جنب اون هستن و سینمادارهاشون دسته معلوم نیست بخش خصوصی هم بخش دولتی هم ممکن نفهمیدیم بالاخره چه خصوصیه که دولتیه اونا جهت تعیین میکنن دولت هم میمونه به اینی که خصوص سینما فیلم سینما و نمایش بده دولت هم میمونه چون جهت فکری دارن دولت ها سینمای مستقل در دولت های مختلف تعریف های مختلف من یک سال آخر از شما بکنم شما یه زمان ما قبول داشت به روز واقعی ما مصاحبه بذاریم شما روز نیمدیم من همیشه این کنجکاو بودم که آن نبودم نمیدونم نبودی آیا موقعی که نقش راحله رو بازی میکردی بهرام بیضایی رو دیدی نه ندیدی نه هیچ وقت داشت به نقش بهرام بیضایی راحله با بهرام بیضایی حرف زدی نه من هیچ وقت راجع به راحله با بهرام بیضایی صحبت نکردم ولی به واسطه حالا شناختی که اون زمان نداشتم نسبت به بهرام بیضایی و مثلا آره الان جوانی من اون موقع یه فیلم دیده بودم یا 2 فیلم دیده بودم از آقای بیضایی اونم شاید تو جشنواره یه فیلم دیده بودم شاید نه 2 فیلم چیزم دیده بودم شاید وقتی دیگر هم دیده بودم ولی باشور هم دیده بودم چرا ولی من همجوری عمر رو میگم ولی چیز بود نه من با ایشون صحبت نمی ولی میدونستم به هر حال نگاه آقای بیضایی نسبت به شخصیت های زن تو فیلماش متفاوته که این با نگاه کارگردان روز واقعه خیلی متفاوت بود نگاه آقای بیضایی و نگاه آقای اسدی نسبت به کاراکتر زن راحله ببینید اون چیزی که امروز روز واقعه رو الان راجع به روز واقعه صحبت کنیم نه همین تموم کنیم و چیز کنیم بعد تشکر کنیم به عنوان آخرین سوال سوال کردم نه میخوام بدونم که فقط میخواستم بدونم ارتباطت با بیضایی
چون برای من این کنجکاوی بود که تو چقدر از بیضایی تونستی ببینیش، تونستی نظرشو بگیری. من همین نه، من کاملا تحت نظر آقای اسدی اون نقش رو بازی کردم. بعدن کنجکاو نشدی بیضایی رو ببینی با شرط؟ دیدمشون ولی راجب نقش راحله باشون صحبت نکردم. بعد از نمایش فیلم دیدی؟ بله بله. چیزی نگفت بیضایی بهت باشه فیلم؟ نه، ایشون خیلی با سیاست تر از این حرف هم که راجبش صحبت کنه. فقط گفت دیدم خوب بود. آره مرسی، بهت خسته نباشید میگم، برات آرزوی موفقیت دارم، برای نسل شما آرزوی موفقیت دارم. میدونم که سینمای آینده در اختیار شماست و شما باید کار کنید و این سینمای مستقل باید ازش حمایت بشه. اگه دولت ها سمتگیریشون و حمایت جهت های فرهنگیشون رو یکسان کنن که با تغییر دولت سینمای مستقل دچار نوسانات نشه. من خیلی متشکرم از شما خانم. آقای جیرانی، نسل ما با تکیه به نسل طلایی چون شما مسیر رو پیش میره، اینو فارغ از هر کمپلیمانی میگم، ما با دیدن فیلم های شما عاشق سینما شدیم و سینما برامون جدی شد و سینما برامون تبدیل به عشق شد. خدا در واقع سایه شماها رو از سر این سینما جمع کنه. ما مخلص شما هستیم. عزیز ما هستیم. خیلی ممنونم. قربون شما. خانم از شما هم سپاس گذارم. خیلی ممنونم. برنامه اول ما تموم شد. میریم برای قسمت برنامه دوم. آقا خیلی ممنونم. خسته نباشید. قربونتون برم. من حالا یه جا میرم فیلمتونو میبینم چون اینقدر از تعریف